یک مرتبه خدای عالم نظر مرحمتش تعلق گرفت، یک موسای قوی پیغمبر عجیب براشان بفرستند. فرستاد و خلاصه بعد از اون کشمکش ها و کشگوس ها دشمن سرسخت را که فرعونیان باشد همه را از بین برد. ششصد هزار جمعیت غرق شدند و شهر شیشتنگ به دست این بنی اسرائیل افتاد. تمام کاخ نیاوران هاشان به دست اینها افتاد، زن هاشان هم حتی به دست اینها افتاد. پارسال بود یادم هست گفتم که حتی ده تا زن هاشان گرفتند، باز دیدن زمین میماند، گفتن حالا یه نوبت هم دوباره بیایید، بود دوباره پنج تا شد 15 تا، باز دیدن زنها ماندن، دوباره باز گفتن 5 تا 5 تا تقسیم کنید، دوباره باز تقسیم کردن، دیدن باز نفری 5 تا میرسد، هر مردی 20 تا زن گرفت، زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن نمیدانم بله ریگان، زن نمیدانم بله واشنگتونی، زن نمیدانم موسکویی، همه را گرفته. حالا من یه وقتی در منبر گفتم ما الحمدلله پیروز شدیم، به زنها اینها هیچ تمنه نکردیم، گفتیم بابا خیرات الله خیر زنها دارن مارو قطا و ایلا حقش مود ما همشان را بگیریم، حقش اینه، بسیجی باید همشان را بگیرد، پاسدار زنها اینها را بگیرد، آخون که هیچی از اول همشان را بگیرد، حقش اینه، حق ما بود است. وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدند، خب بنده خب مسئول بودم هنوز ادامه بدم کارم را تا وقتی که ایشون دبیر جدید شورای امنیت رو تعیین بکنه. من همون مقداری که تو همون کتاب نوشتم همینه، خیلی شرح و بحث نداره. ایشون زنگ زد به من، یه غروبی بود، گفت که ما خوب همدیگر رو ببینیم. گفتم باشه، شما کجا هستی؟ گفت من ریاست جمهوری هم. گفتم خب من الان میام اینجا پیش شما. من بلند شدم رفتم اونجا نشستیم، یکی از مشاورین ایشون هم تو همون اتاق نشسته بود، یه خود اونورتر نشسته بود، اونم میشنید بحث بود. ایشون یه بحثی شروع کرد که میخوان پرونده ما رو ببرند در شورای حکام، نظرت چیه، چطور میشه؟ من گفتم بله قاعدتا میره در شورای حکام و ممکنه یه همچون نظراتی در شورای حکام داده بشه. ایشون گفت چرا شورای حکام علیه ما رأی میده؟ چون به هر حال شورای حکام اونجا آژانس هست، تشکیلاتی است، به هر حال پولش غربیا تامین میکنن، غربیا حضور دارن اونجا، اون معلومه نظرات اونها حاکمه. گفت که چقدر خرج آژانس چقدر در سال؟ گفتم که من نمیدونم، واقعا هم نمیدونستم من چقدر. گفتم من نمیدونم، مثلا 100 میلیون، 150 میلیون دلار، رو دقیق نمیدونم. چون گفت که الان برو به البرادهی زنگ بزن، بگو از این به بعد ما کل پول آژانس ما میدیم. گفت که من به شما میگم این کار رو بکن. گفتم من اینجور کارا بلد نیستم، اینجور کارا من اصلا بلد نیستم و من آمدم فکر کردم میخوای با من مشورت کنی، به شما بگم که باید تو پرونده هسته‌ای چه کارهایی بشه، نمیدونستم از این چیزا میخوای بگی. شما خوب زودتر یه دبیر دیگه تعیین کن، اینا رو به او بگو. این مملکت، مملکت امام زمانه، همه چی متعلقه به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیس که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. ما معتقدیم به برکتیم. برکت یعنی چی؟ برکت از عدالت میاد، هر جا عدالت بشود برکت میاد. من دیدم بعضی از این رسانه‌های بیگانه چو سخنرانی میکنن علیه انتر، ناراحتن، نمیخوان ایران پیشرفت کنه، نمیخوان ایران بشه الگو، الگویی بشه که درش فقیر نباشه، یعنی کشوری که درش فقیر نباشه، همه شاد باشن، همه مرفه باشن، این آرزوی ماست. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ
دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. زمانی که انقلاب اسلامی دولت رو از حکومت دیکتاتوری وابسته به غرب تحویل گرفت، 95% کشور ما در فقر کامل به سر می برد. یه جنگ 8 ساله رو ما پشت سر گذاشتیم. امروز شرایط ما بسیار بسیار بهتر از گذشته است. ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره. ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره. ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره. 150 من حقوق دارم. نمیتونم هر سرای زندگی بکنم. بلن سرطان گرفتم. 1 میلیون قلب گذاشتین. کیمون بده؟ دل کدوم جوون دست دست کنم بگم پول به من بده. این سر 30 هزار من دارم کرایه میدم. هر خدا به دارمون برسیده. گاه اجتماعی نیست. جوون خود کجا برسیده؟ در ماه چقدر آیدتون میشه؟ چقدر بدست؟ بی حیله دوله دیخ میرم زده من تم اینجا من گردانه بودی تیره قدانه. هفته 1000 تومن. صبح از خواب بلند شدی مامان چی داد بهت خوردی؟ پنیر. پنیر خوردی؟ نهار چی خوردی؟ پنیر. پنیر خوردی؟ دیشب یادت شام چی خوردی؟ دیشب که هوا تاریک. این آدم بی شخصیتی که تو مذاکرات امریکایی هست با کمال بیادبی میاد به یک ملت دارای پیشینه تمدن 1400 ساله به صراحت. یه وقت به مردم مجلسی گفتن چرا از زن نمیشه تقدیر کرد؟ خب زن هم آخه مشتهد شده علمه. فرمودن بریم به عیال علایش هم مشتهده بود. گفت بریم بگیم که مجلسی میخواد یه زن بگیره. پشت هر چی کتاب خطی مجلسی نوشته بود که چاپ بشه همه رو ریخت آب. فرمونم به همین دلیل پاره سنگ برمیداره بالاخره. این معلومه دیگه. حالا رئیس جمهورشون میکنن در ممالک خارج، اونا مثل اونا. زن که نبود رئیس جمهور بشه. مرزیه نمیتونه بشه زن. یه زن ولی علم علما باشه. یعنی الان یه زنی پیدا بشه که از مجتهدین مرد علمش بالاتر باشه تقلید نمیشه کرد. نمیشه از زن تقلید کرد. در نهج البلاغه امیرالمومنین هم فرموده ان النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ. بله نواقص المیراث. ارث کم میبره مرد دو برابر. بله زنها عقلشون یه قدی از مردها کمتره. بله